سیل و زلزله و برف و یخبندان و انواع سوانح طبیعی همیشه و همه جا روی می دهد. اما اینکه این رویدادها تا چه اندازه ناشی از دخالت بشر باشد و در هر کشوری چگونه در حد امکان پیشبینی و مدیریت شود تا خسارات مالی و جانی به حداقل برسد و همچنین پس از آن چگونه برای بازسازی مناطق آسیب دیده برنامه ریزی کرد موضوعی است که به مسئولیت انسان و حکومت‌ها برمی‌گردد. در سالهای اخیر از جمله در بهار 98 و پاییز 99 در خوزستان و در همان دوران در استان گلستان و دیگر استانهای شمالی کشور و در سالهای قبل و بعد نیز به تکرار در استانهای مختلف در دو فصل بارانی همواره این صحنه ها تکرار شده است. گرفتار شدن مردم، آسیب‌های مالی و جانی، تخریب زیرساخت‌ها، کمک‌های ناقص و معیوب نهادهای مسئول، حضور برخی مقامات برای تبلیغ و عکس یادگاری با محافظ و از راه دور و یا در هوا و هلیکوپتر، در کنار کمک‌های مردمی و همراه با پیامدهایی مانند بیکاری و مهاجرت و حاشیه‌نشینی و آسیب‌های خانوادگی و صد البته استمرار ناکار آمدی مزمن در مدیریت بحران. این همه در حالی است که موضوع تنها بر سر ناکارآمدی در مدیریت پس از وقوع حوادث نیست، بلکه اقداماتی که در بسیاری موارد وقوع این سوانح را ممکن و همچنین خسارت آنها را بیشتر می کند نیز به سودجویی زمامداران حکومت و گروه‌های مافیایی آنها مربوط می شود. از برج‌سازی و ساختمان‌ها و مسکن‌سازی‌های غیر استاندارد در شهرهای مختلف که با زمین‌لرزه و یا حوادث دیگر مانند آتش‌سوزی بر سر مردم آوار می‌شوند تا عدم رسیدگی به مناطق محروم و به جایش سدسازی و نابودی جنگل‌ها و انحراف مسیل‌ها برای زمین‌خواری و گرفتن پروژه‌های پولساز و خطرناک که با اختلال در چرخه محیط زیست، تکرار سیل و خشکسالی و طوفان ریزگرد و فرونشست زمین را تشدید و به بحران‌های جبران‌ناپذیر تبدیل می‌کند. در این میان وضعیت استان‌های مانند سیستان و بلوچستان که اهالی با کمترین امکانات در سرپناه هایی به شدت ساده و غیر مقاوم زندگی می کنند به مراتب بیشتر ضد انسانی و تکان دهنده است، آن هم در حالی که زندگی آنان به کشت های کوچک و دام وابسته است و در شرایطی که حقابه این منطقه از رودخانه هیرمند توسط طالبان به گروگان گرفته شده، بارانهای فصلی می تواند به منبع ذخیره آب تبدیل شود، اما به جایش سیل می شود و تمام خان و مان آنها را با خود می برد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی خودش یک سانحه غیر طبیعی است که از پیشبینی و پیشگیری و مدیریت سوانح طبیعی عاجز است. با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان دید که چگونه هر بار سیل و زلزله و ریزگرد و یخبندان و فرونشست زمین بدتر از پیش تکرار می شود بدون آنکه در کاهش پیامدهای آنها هیچ اقدام بنیادی انجام شده باشد. به این ترتیب دامنه تخریب محیط زیستی با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در یک دایره شیطانی هر بار گسترده می شود و در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان ابعادی فجیع و ضد بشری پیدا می کند.